در سال 2016 میلادی حداقل 530 نفر در جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند. این رقم نسبت به سال قبل یعنی سال 2015 میلادی 45 درصد کاهش یافته است. البته منابع رسمی تنها اعدام 232 نفر را تایید کردهاند. 340 حکم اعدام به اجرا درآمده در سال گذشته میلادی توسط دادگاه های انقلاب صادر شده بودند. در سال گذشته میلادی 33 حکم اعدام در ملع عام به اجرا گذاشته شدند. پنج نفر از اعدام شدگان در هنگام ارتکاب به جرم زیر 18 سال سن داشتند. نه نفر هم زن بودند. شمار احکام قصاص به اجرا درآمده 142 فقره بوده است در حالی که در 251 مورد اولیای دم از حق قصاص خود صرف نظر کردند و محکوم به اعدام از مرگ نجات یافت. اگرچه در سال 2016 میلادی شمار ها نسبت به 6 سال گذشته کمتر بوده است، با این وجود ایران در سطح جهانی همچنان بعد از چین در مقام دوم قرار دارد. اگر شمار ها در ایران را با جمعیت کشور در رابطه قرار دهیم جمهوری اسلامی ایران در مقام اول قرار می گیرد. در سال 2016 میلادی تنها در ماه فوریه هیچ کس اعدام نشد. در ماه می 83 حکم اعدام به اجرا درآمد. در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران اشاره می شود که در سه سال و نیم دولت حسن روحانی 2710 نفر اعدام شدند. در چهار سال اول دولت محمود احمدی نژاد 1095 و در دور دوم 2232 نفر اعدام شده بودند. گزارش امسال سازمان حقوق بشر ایران به ادامه اجرای احکام اعدام در ملعه عام نیز پرداخته است. در سال گذشته 33 نفر در ملعه عام اعدام شدند. استان فارس بالاترین رقم را با ده اعدام در ملعه عام داراست. 49 درصد اعدام ها در ملعه برای متهمین به تجاوز به عنف 24 درصد برای قتل، 15 درصد محاربه و 12 درصد هم در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. 22 سپتامبر گذشته جوانی به نام سعید در ورزشگاه شهر نیریز اعدام شد استفاده از ورزشگاه برای اجرای حکم اعدام واکنش هایی در سطح بین المللی نیز به همراه داشت فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال در این رابطه اعلام کرد این تصمیم قابل قبول نیست و این مسئله را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان خواهد گذاشت گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران احکام اعدام را بر مبنای جرائم نیز طبقه بندی می کند. 56 درصد این احکام در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر بوده است. 27 درصد احکام برای قصد صادر شده بودند، 8 درصد برای تجاوز به عنف، 8 درصد دیگر برای متهمین به محاربه در حالی که دلیل صدور حکم اعدام برای یک درصد باقی مانده مشخص نیست. در این نهمین گزارش سالانه به نقش دادگاه های انقلاب در صدور احکام اعدام نیز اشاره می شود. در بین سالهای 2010 تا 2015 میلادی دادگاه های انقلاب بیشترین احکام اعدام را صادر کردند. سال گذشته 340 نفر بر پایه حکم دادگاه های انقلاب اعدام شدند. در سال قبل از آن 579 سر با حکم دادگاه های انقلاب بالای چوبه دار رفته بود. در سال 2016 میلادی احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و عقیدتی نیز چون سالهای قبل به اجرا در آمدند. 14 مرداد گذشته شهرام احمدی و 24 کرد سنی دیگر در زندان رجای شهر اعدام شدند. روز بعد شهرام امیری دانشمند اتمی که به آمریکا پناهنده شده بود و سپس به ایران بازگشت و از او در فرودگاه چون یک قهرمان استقبال شد اعدام شد 19 مرداد نوبت محمد عبداللهی فعال سیاسی کرد بود که در زندان ارمیه اعدام شد چند روز بعد سه فعال قومی عرب قیس و احمد عبیداوی و سجاد بلاوی نیز در اهواز اعدام شدند در سال 2016 296 نفر در رابطه با جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. گزارش امسال سازمان حقوق بشر ایران به یک مسئله مهم نیز اشاره می کند. در سال 2016 میلادی در حالی که 142 نفر با حکم قصاص اعدام شدند، 232 نفر دیگر با گذشت اولیای دم از تناب دار نجات پیدا کردند. در سال 2015 میلادی برای اولین بار، شمار اولیای که از اجرای حکم قصاص صرف نظر کردند بیش از آنهایی بود که خواستار اجرای این حکم شده بودند گزارش در خاتمه به وضعیت مدافعان حقوق بشر که با مجازات اعدام مخالفت کردند نیز اشاره می کند. سال گذشته دو فعال جنبش مخالفت با مجازات اعدام به زندانهای طولانی محکوم شدند نرگس محمدی ده سال و آتنا دائمی هفت سال حبس تعذیری گرفتند. سازمان حقوق بشر ایران خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط این دو فعال حقوق بشر است.